سلام، من آیدا خواهر علی یونسی این ویدیو رو در جواب مسئول بسیج دانشگاه شریف ضبط میکنم و امیدوارم ایشون که ارتباط نزدیکی با مسئولای امنیتی داره همه ی جزئیات و نه فقط بخش مورد علاقهشون رو پیگیری کنه که کجای قوانین نوشته که میشه یه جوون 20 ساله رو مورد ضرب و شتم قرار داد و پدر و مادرش رو با صورت خونی و شوکه کرد. وقتی علی رو تو خیابون اونجوری زدین و با اون وضعیت به خونه آوردین، تو انفرادی چه شکنجه‌ای میکنی؟ اگه علی حتی جرمی هم مرتکب شده بود میتونستین احضارش کنین. الان 15 روزه که بردنش، دنبال چه داستانی که باید 2 هفته بازجویی کنین؟ اگه قانون حاکم بود باید اتفاقا اتهام پراکنی شما علیه علی و خانوادش رو پیگیری میکرد. بازم میگم همه خانواده نگران وضعیت سلامتی علی هست. پنجشنبه گذشته بعد 2 هفته پیگیری های پدرم و وعده های آزادی علی، اتهام خنددار اقدام به تخریب عنوان میشه. امروز بازپرس دوباره گفت که علی جرمی مرتکب نشد و 3 شنبه آزاد میشه. از طرف یک خانواده نگران که مطمئنی علی جرمی مرتکب نشد و بازپرس هم امروز مجدداً تاکید کرد، از شما آقای قادری میخوام که یا جزئیات پرونده رو بگین یا به دلیل دروغ پراکنی عذرخواهی کنین.